سلام، تو قسمت قبلی من گفتم میام یک توضیح راجع به پلاگین هایی مثل گروسپید، گلیچ، افکت ریکس، شیپر باکس میذارم که کلن دیگه قضیه با این پلاگین ها تموم شو و راجبش توضیح زیادی ندیم دیگه از این به بعد. خب من یک سری لوپ دارم، اینها لوپ هایی که خودم اومدم به صورت سمپل گرفتم و در قالب یک درام کیت قرار دادم، حالا به موقعش داخل کانال میذارم. به عنوان مثال میایم از این لوپ استفاده میکنیم. اول میام با پلاگین شیپر باکس شروع میکنم. تو این قسمت راجع به این پلاگین صحبت میکنیم. قسمت بعدی میریم حالا افکت ریکس، بعد گلیچ، بعد گروسپید. ببینید اینها تقریبا همشون تو یک نوع یا یک دسته قرار میگیرن. ببینید این پلاگین شیپر باکس، شما میتونید بیاید روی تایمتون یک سری کارها انجام بدید که این روی تایم کار انجام دادن باعث میشه پیچ کارم تغییر کنه، مثل گروسپید. گروسپید هم اگر دقت کرده باشید اون قسمت سبزش همین برای تایمه، یعنی توضیحاتی که اینجا میدم برای اون قسمت گروسپید هم یکسانه. فیلتر داریم، شما میتونید بیاید یک الگوریتم یا پترنی رو اینجا بدید و این پترن روی فیلترتون بیاد تأثیر بذاره، روی فیلتر صداتون. که حالا مثلا اگر ما این رو به این صورت بذاریم، اینجا فیلترمون بازه، اینجا میاد طرف 25 هرتز، این پایین نوشته وسط اونم 672 هرتزه. ببینید یعنی که صدا بسته شه باز شه. میتونیم بیایم سینوسی کنیم. میتونید این رو لوپش رو تغییر بدید اندازش رو. مثلا الان برای یک میزان هست، میتونیم بیایم این رو چهار میزان کنیم. خب این برای این میشه. میتونیم بیایم یک سری چیزهای دیگر رو اینجا میتونید بیاید تغییر بدید. اینجا میتونید بیاید مثلا روی رزونانستون تاثیر بذارید. خب این افکت ها رو فکر کنم توی خیلی از بیت ها شنیده باشید، این حالت باز و بسته میشه. این رو با اتوماسیون روی اکولایزر هم میتونید انجام بدید، ولی خب با این خیلی خیلی سریعتر هست. فیلتر رو پاک میکنم، میام روی تایم. ببینید اون طولی که گفتیم برای این قسمت تایم هم هست. اول من یک توضیح اصلا راجع به این که چجوری اینجا بیاید از این خطا بذارید بدم، چون یک مقدار گیج کننده است. اول یه دونه چپ کلیک میکنیم، یک دونه نقطه میذاره. بعد این نقطه رو دقت کنید حالت کرف هست، یعنی قوس داره، خط صاف نیست. روی این نقطه یه دونه راست کلیک کنید، میاد یک خط صاف میشه که این نزدیکی نقطه یک قوس داره.
حالا این قوس که میگم رو رو صدا کامل متوجه میشید که به چه صورت تاثیر میذاره این قوس کوچیک. بعد یه دونه دیگه راست کلیک کنیم دیگه یه خط صاف میشه، به نقطه هم میرسه دیگه، قوس نداره. خب اینجا توی گروس بیت هم به همین صورت هست، یعنی شما یک خطی رو میتونید به این صورت بذارید که میاید پایین، هم پیچ کم میشه هم سرعت، رو به بالا میرید هم پیچ زیاد میشه هم سرعت، که حالا این سرعت توی قسمت رو به پایین تا یک جایی کم میشه که میاد صفر میشه و صدا میوت میشه، که توی گروسپید دقیقا همچنین چیزی رو داریم. شما اگر توی گروسپید دو تا بیایید جلو، دو تا خونه، دو تا بیت بیایید جلو، دو تا بیت بیایید پایین، اون خطی که دارید رو صداتون میوت میشه. یا حالا اگر چهار تا بیایید جلو، چهار تا بیایید پایین، باز اون میوت میشه. و این کم شدن سرعت ادامه پیدا میکنه بعد از صفر که میاد توی منفی و باعث میشه صدا برعکس پلی شه، یعنی ریورس شه، که این ریورس هم باز تو گروسپید داریم، اینجا هم داریم. این رو حالا پاک کنیم، بیایم یک نقطه دیگه اینجا بذاریم. ببینید این الان میوته دیگه، چهار تا اومدیم جلو چهار تا پایین. ببینید هر چقدر پایین میایم، اینجا هم سرعت صفره بود، میایم بالا یک مقدار بیشتر میشه، میایم بالا یک مقدار بیشتر میشه، میایم بیشتر میشه تا میرسه به حالت عادیش. حالا برعکسش هم هست، یعنی از این ور الان این سرعت زیاد زیاده، میایید بالای بالا عادی میشه و اینجا عادیه، این پایین زیاد زیاده. به ترتیب اگر بیایم ببینید، میدی تریگر هم که داره دیگه، میتونید روشن کنید بعد اینجا بهش پترن بدید و سیف کنید و حالا با میدی کیبوردتون بیاید این رو حالت های مختلف بذارید. مثل همون قضیه گلیچ که توضیح دادم تو آموزش ترپمون، میتونید بیاید یک میدی اوت به این بدید از این قسمت. لینکش رو زیر ویدیو الان میتونید ببینید و روش کلیک کنید، برید اونجا توضیحاتش رو ببینید. با استفاده از این میدی اوت میتونید بیاید پلاگین گلیچ و حالا این پلاگین رو یا هر پلاگین دیگه ای که اینپوت میدی داره رو بیاید کنترل کنید. یک بند داریم این بالا که تاثیر این هست که بیاد روی چه فرکانسی این تاثیر بذاره. الان طور که میبینید تاثیر ما فقط توی این محدوده هست، توی این محدوده دیگه تاثیری نداریم.
خب این برای این حالت تکرار داره که دیگه اونها خطای عموده به صورت قطری نیست. بیایم این اسنپ رو روشن کنیم. میبینید یک حالت ریتمیک میده، یعنی تکرار میکنه. اینجا تکرارهای یک بیتی، نیم بیتی و میاد یک چهارم بیتی میشه که این را اگر تغییر بدید مسلما اونها هم تغییر میکنه. پس با این لوپ لند یا طول لوپتون میتونید بیاید این اندازه های این تور رو تغییر بدید دیگه، یعنی بزرگتر کنید، کوچیکتر کنید، مثلا بیایم بگیم یک هشتم. خیلی کارها میشه انجام داد دیگه، من بیشتر طول ندم، خودتون امتحان کنید. ببینید بمب نیست که منفجر شه، یعنی این رو هر کاری هم کنید نمیاد کامپیوترتون رو خراب میکنه، نه نرم افزار افل رو خراب میکنه، نه میخواد آهنگ رو خراب کنه. نهایت اینه که میایم این رو خاموش میکنیم دیگه، نهایتش اینه که اصلا از این پلاگین دیگه استفاده نکنید. پس بیایید امتحان کنید و تست کنید خودتون، خیلی چیزهای بهتری دستتون. پن داره که میتونید بیاید یک بریت پترنی برای پنج شدن صداتون بچینید که حالا بالا میره به سمت چپ، پایین میاد به سمت راست. همون قضیه لوپ رو اینجا هم داریم، میتونید بیاید این لوپ هم کم و زیاد کنید. حالا به جز پن ولوم داریم که ولوم توی گروسپیت هم هست، اون قسمت نارنجی گروسپیت برای ولومه. با این میتونید بیاید یه حالت های ساید چین بدید. میتونید بیاید ریتمای خودتون رو بچینید، مثلا به این صورت. یا میتونید بیاید از پن رو که گفتیم، ولوم هم که گفتیم، بیایم استریو رو بگیم. ببینید این ویتس استریو میکنه، یعنی قسمت بالاش میاد روی قسمت استریوتون، پایینش میاد مونو. اگر حالا بخوایم این رو امتحان کنیم میتونیم به این صورت. Thank you.
میتونید بیاید گفتم این هم یه حالت بند برای تأثیر این پترن داره، یعنی اینکه این پترن روی چه محدوده فرکانسی تأثیر بذاره. اون قسمتی که تأثیر میذاره این خطش داره تکون میخوره با توجه به این پترنتون، یعنی اگر خط اینجوری باشه ببینید یک دفعه میره بالا آروم میاد پایین، دوباره میرسه اینجا یک دفعه میره بالا، ولی سینوسی باشه خیلی آروم بالا و پایین میره با توجه به این سینوستون. خب این پلاگین شیپر باکس توی قسمت بعدی میایم برای حالا گلیچ یا افکتریکس یا یروس میدونم.